با گرمترین درودها بر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه در مام میهن. از همینک تا 20 دقیقه پیش روی بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک خواهید بود با آخرین خبرها و نظرها از ایران، منطقه و جهان. همچون همه شب نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب. ادامه کنش‌ها و واکنش‌ها به رشته عملیات تروریستی در پاریس با موجی از اجماع جهانی در ضرورت مبارزه با داعش، با تازه‌ترین اظهار موضع فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و پاسخ‌های باراک اوباما به منتقدین در چگونگی مبارزه با داعش، موجی از بازداشت‌های جدید گروه‌های دینی و اقلیت‌های ایرانی با بازداشت بهائیان و همینطور روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از سوی سپاه پاسداران پس از فرمان مبارزه با نفوذ از سوی علی خامنه‌ای، تازه‌ترین اظهارات احمدی نژادی بابک زنجانی در دادگاه، موجی از واکنش‌ها به لزوم صدور حکم مناسب برای سعید مرتضوی قاضی سالیان محبوب درگاه ولایت، افشای تازه‌ترین فسادهای سازمان یافته و رانتی دولت محمود احمدی نژاد با اعلام استخدام 500 هزار نفر نیروی دولتی برخلاف قانون در دولت وی، و بالاخره هرچه انتخاباتی تر شدن سپهر سیاست ایران با اعلام رسمی وزیر کشور کابینه روحانی سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب سه‌شنبه 26 آبان ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی همراه با شما به تماشای آن خواهیم نشست. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. همینک و در بخش نخست برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه از ایران، منطقه و جهان. 4 روز پس از شب شوم شوک و وحشت در پاریس، اظهار مواضع متفاوت مسئولین جهانی سیاست مبارزه با داعش را وارد فازهای تازه‌ای کرده است. در این راستا فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت که تا روز چهارشنبه لایحه‌ای به پارلمان این کشور می‌فرستد که بر اساس آن وضعیت اضطراری در فرانسه به مدت 3 ماه تمدید شود. آقای اولاند که دیروز دوشنبه 16 نوامبر در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای فرانسه سخنرانی می‌کرد، گفت که ممکن است برای جنگ علیه تروریسم اصلاح قانون اساسی این کشور لازم باشد. جالب توجه این که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران از این موضوع به عنوان جنگ علیه مسلمانان یاد کرده بود. اولاند در این نطق گفت که فرانسه به نابودی گروه دولت اسلامی یا داعش متعهد است و افزود که عملیات نظامی علیه این گروه در عراق و سوریه تشدید خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه در پارلمان گفت در سوریه دشمن ما دولت اسلامی است. هدف ما مهار این گروه نیست، نابود کردن آن است. همانگونه که بینندگان مستحضرید، داعش مسئولیت حملات روز جمعه پاریس را بر عهده گرفته است. آقای اولاند در ادامه اظهارات خود گفت که دولت بایستی بتواند از بازگشت شهروندان دارای دو تابعیت که میتوانند امنیت عمومی را تهدید کنند به کشور جلوگیری کند. آقای اولاند همچنین اشاره کرد که اصلاح قانون اساسی بایستی این امکان را به دولت بدهد که خارجی هایی را که تهدید امنیتی محسوب می شوند سریع‌تر اخراج کند. و اما در سوی دیگر، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز با اظهار موضع تازه در خصوص چگونگی مبارزه با داعش در عراق و سوریه، موج جدیدی از گمانه ها و تحلیل های سیاسی را در عرصه رسانه ها برانگیخت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ضمن دفاع از استراتژی دولتش در مقابله با گروه دولت اسلامی، درخواست ها برای اعزام سرباز به سوریه را رد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه گفت که آمریکا و فرانسه موافقت‌نامه‌ای برای مبادله اطلاعات امنیتی امضا کردند و هرچند تأکید دارد که عملیات هوایی علیه داعش تشدید خواهد شد، اما افزود که مشاوران نظامی تصور می‌کنند که اعزام نیروی زمینی برای مقابله با داعش اشتباه خواهد بود. ایشان در جریان کنفرانس گروه 20 در ترکیه به خبرنگاران گفت ما به این استراتژی که بهترین شانس موفقیت را دارد ادامه خواهیم داد. خبرهای تکمیلی حول وقایع نشست کشورهای گروه 20 در آنتالیا، اظهار موضع اوباما و آخرین تحولات پاریس
پس از انفجارهای جمعه در برنامه آن سوی خبر به شرح تکمیلی به آگاهی شما خواهد رسید و از سوی همکاران من تدوین شده است. در ستون سرمقاله ها و یادداشت های تحلیلی شماره امروز بیشتر روزنامه ها کماکان حول موضوع پاریس و بحران داعش مطالبی میخواندیم. در این میان لحن روزنامه های امروز کمی مجدد تندتر شده بود نسبت به سیاست های مغربیان در ماجرای مبارزه با داعشیان. از جمله روزنامه فرهیختگان در یادداشتی به اصل نیت و هدف غرب در مبارزه با داعش تشکیک ایجاد کرد و با طرح سوالاتی میپرسید که آیا داعش به منبعی لایزال وصل است که هرچه گلوله شلیک و پول خرج میکند دخل سلاح و اموالش را پایانی نیست؟ چگونه این گروه تروریستی این میزان مهارت و توان عملیاتی دارد که میتواند همزمان در فاصله کمتر از چند روز نخست به ادعای خود در تلافی حملات روس‌ها یک هواپیمای مسافربری روسی را در آسمان تکه تکه کنند و چند روز بعد در قلب پایتخت یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت آتش بازی به پا کرده و صدها نفر را به کام مرگ و جهر بکشاند؟ میپرسید آیا دست کم نبایستی از خود پرسید که چگونه این همه سازمان‌های اطلاعاتی رنگ و وارنگ که همزمان میلیاردها انسان را کنترل می‌کنند به مرکز کنترل و فرماندهی داعش و منابع دسترسی این گروه به پول و سلاح نفوذ نکرده و به آن ضرباتی کارا و غیر قابل ترمیم وارد نکرده اند؟ که سوالی است که این روزها بسیاری از شهروندان و افکار عمومی در سطح جهان نیز در واقع بدبینانه به کارکرد نهادهای امنیتی جهان و غرب نگاه می‌کنند و این سوالات رو مدام از یکدیگر می‌پرسند. ادامه میدهم با مطالب دیگر و اما شام و بشار و افشای تازه هایی از پشت پرده این رئیس دولت بحث برانگیز عرصه سیاست جهانی در خاورمیانه. بر اساس گزارش های منتشره تنها یک روز پس از اظهارات حسین امیر عبداللهیان که گفته بود که شرط حذف بشار اسد در آینده سیاسی سوریه در بیانیه پایانی وین به علت مخالفت و اعمال فشار جمهوری اسلامی بود، این مقام دیپلمات که در واقع در حوزه عربی و آفریقا کار میکند تازه هایی از پشت پرده سرنوشت این خودکامه سرگردان سوری مورد حمایت خامنه ای افشا کرد که از سوی رسانه های نیز بسیار متوجه واقع شد. حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی وزارت امور خارجه ایران گفت که مقام های ایران 2 سال پیش به بشار اسد رئیس جمهور سوریه پیشنهاد کرده بودند که با ادامه بحران در این کشور خانواده اش را به ایران بفرستد، اما او این پیشنهاد را نپذیرفت. آقای عبداللهیان در ادامه اظهارات خود گفت که در دیداری که با بشار اسد داشتیم به او پیشنهاد کردیم که خانوادهش را به ایران بفرستد، اما پاسخ او این بود که من تا آخرین لحظه در کشور هستم و همسرم مسئول رسیدگی به خانواده شهداست و از کشور خارج نمی شویم. ادامه خبرها، 2 خبر از ایران و موج فزاینده اعمال فشار سپاه پاسداران علیه اقلیت‌های دینی و روزنامه‌نگاران. پس از اظهارات هفته‌های پیش فقیه حاکم در تهران علی خامنه‌ای مبنی بر نفوذ که پس از فتنه موجب موجی از برخوردهای نظامی قضایی با کنشگران و کشندگان سیاسی مدنی ایرانی شد، در تازه ترین بازداشت‌ها طراحی در تهران دست دست راهی زندان‌های بند الف سپاه پاسداران در حیات اوین شد. هادی حیدری روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست فعال در رسانه‌های اصلاح طلب دیروز دوشنبه 25 آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. خبر بازداشت حیدری را از جمله سامانه خبری تحلیلی کلمه نزدیک به حامیان میرحسین موسوی منتشر کرد و یادآور شد که این سومین بازداشت این روزنامه‌نگار ایرانی از زمان انتخابات بحث برانگیز خرداد سال 88 است. به نوشته سامانه خبری تحلیلی کلمه، مأموران امنیتی دیروز دوشنبه با حضور در دفتر روزنامه شهروند هادی حیدری را بازداشت کرده و در زمان بازداشت حتی هیچ توضیحی مبنی بر اینکه برای او پرونده جدید تشکیل شده و یا بازداشت او برای اجرای حکم است ندادند. هادی حیدری در آخرین روز از مهر ماه سال 88 یکی از
سی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار موسوم به اصلاح طلب بود که در یک مراسم دعای کمیل بازداشت شدند. آقای حیدری پس از آن برای دومین بار نیز در آذر ماه سال 89 به همراه 3 تن دیگر از جوانان مشارکت بازداشت شد. این در حالی است که یک روز پیش از این نیز گزارش شده بود که جمعی از بهائیان ایرانی صرفاً به خاطر تعطیل کردن محل کسبشان در روزها و مراسم مذهبیشان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. بر اساس گزارش‌های منتشر در بسیاری از روزنامه‌ها و منابع خبری، مأموران امنیتی 15 هم‌میهن ایرانی بهائی را در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد بازداشت کردند و با مهر و موم کردن مغازه‌ها و محل کسبشان آنها را راهی زندان‌های تحت امر خود نمودند. گویی یا بازداشت‌ها و تعطیلی محل کسب این گروه از ایرانیان بلافاصله پس از آن اتفاق افتاد که گروهی از بهائیان کسب و کار خود را در اعیاد بهائی تعطیل کردند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی خبری تحلیلی صفحه 1 هستید از تلویزیون ایران فردا در لندن با بخش دوم و میانی برنامه امشب همزمان با کاوش و جستاری و روزنامه های امروز ایران در ایران فردا. بابک زنجانی مجددا صدر نشین صفحه نخست عمده روزنامه های امروز بود. البته این بار به خاطر دوگانه‌گویی ها و لاف و گزاف گویی هایی که بیشتر روزنامه ها با تیترهای برجسته ای به این بسیجی اقتصادی برساخته عهد احمدی نژاد توجه نشان دادند و کوشیدند که با انتخاب تیترهای اینچنین نوعی تشکیک در صحت گفته های این متهم ایجاد کنند. از جمله روزنامه آرمان، روزنامه نزدیک به دولت و مردان هاشمی رفسنجانی از ارتباط ارتش چین با میلیاردر نفتی خبر داد و اینکه این متهم مجددا در دادگاه به یک معاون وزیر اتهام تازه وارد کرد. در این میان روزنامه آفتاب یزد اما در یک گزارش تحلیلی به کندوکاو رفتار این متهم مافیایی نفت پرداخت و با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا به بابک زنجانی روحیه میدهند از نقش مافیای دیگر بیرون از دادگاه پرده کنار میزد که پشت بابک زنجانی قرار گرفتند تا این سرسلسله دار مافیای نفتی جزئیاتی از همه اعوان و انصار را رو نکند. پیشتر نیز از سوی منابعی اعلام شده بود که گویا سپاه پاسداران که مدتی در امر خرید و فروش نفت مداخله کرد تا جایی که خود احمدی نژاد نیز از آنان به عنوان برادران محترم قاچاقچی یاد کرده بود نمیخواهد، یعنی سپاه نمیخواهد جزئیات نفتی و موارد اتهامی بابک زنجانی رو شود، چرا که برخی از فرماندهان ارشد سپاه گویی یا خود آلودگی نفتی دارند و بدین روی به بابک زنجانی در زندان محتملا روحیه میدهند. هرچند در مقطعی نیز حتی پروژه قتل بابک زنجانی در زندان نیز بر سر زبان ها افتاده بود تا این سند زنده مافیای نفت سپاه پاسداران ایران پیش از رو شدن جزئیات احتمالی بیشتر از بین برود، در واقع پروژه دوم یا ثانی سید امامی. و اما روزنامه روزان نزدیک به طیفی از مردان عرصه اصلاحات با درج تصویری فتوشاپی از نیم چهره های دو مرد متهم این روزهای نظام فقها، یعنی زنجانی و سعید مرتضوی، به دوگانه‌گویی ها و تناقضات این دو یار دیرین و پیشین اشاره کرد و با سیمایی جنایی از این دو متهم وفادار و احمدی نژاد خبر داد که سعید مرتضوی ادعای بابک زنجانی را تکذیب کرد. این روزنامه در ادامه این مطلب اصلی به نقل از سعید مرتضوی مدعی شد که فروش 167 شرکت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی صحت ندارد و در سوی دیگر ماجرا نیز به نقل از بابک زنجانی خبر داد که 4 میلیارد یورو در وجه سازمان تأمین اجتماعی پول واریز کردند که بروز نزاع از سنخ مافیاهای مختص به مدیریت‌های فقهی است که در جمهوری اسلامی پدیدار شده است و در کمتر کشوری شاهد این میزان فساد هستیم. این در حالی است که برخی از روزنامه‌های دست‌راستی، البته کم شمارگان همچون سیاست روز، که به هر قیمت ممکن در صدد ضربه زدن به دولت رقیب یا روحانی است، از این متهم استفاده کردند و به نقل از بابک زنجانی با جمله‌ای شرطی و ناقص و از مدل بگم بگم‌های عهد احمدی نژاد نوشت که اگر کرسنت را بگویم، که جمله نیز ناتمام مانده بود و در آخر هم نگفت، ولی روزنامه خراسان از این اظهارات ایشان به عنوان
بگم بگم های بیزه یاد کرد. از بابک زنجانی میگذریم، با مضمون و موضوعی دیگر روزنامه ها را ورق میزنیم. سخنهای ساخته و برساخته از سرداران سرگردان اردوگاه علی خامنه ای در سوریه نیز به صفحه نخست روزنامه ها کشیده شد، که البته کمتر تصور میشد که شایعی در پس ستونهای خبری برخی از سایت ها صدرنشین صفحه یک روزنامه ها شود. منظور ماجرای کشته شدن سردار قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه عملیات برون مرزی نیروی قدس سپاس، که در طول 48 ساعت گذشته از کشته شدن این نظامی ارشد نظام فقها در نبردهای سوریه به دفعات سخن رفته بود. روزنامه شرق صریح و بی سانسور تیت زد که سردار زنده است. او به بخش های از واکنش سردار شریف و همینطور روابط عمومی سپاه پاسداران اشاره کرد و به نقل از این شخصیت شایعه شهادت و یا کشته شدن سردار سلیمانی را تکذیب کردند. ورق میزنیم با موضوع دیگر و روزنامه دیگر، قانون مصاحبه‌ای اختصاصی با معصومه ابتکار انجام داد و با عنوان خواهر مری همیشه متهم بوده است. این زن کابینه نشین عهد اصلاحات و اعتدال را با دو تصویر از جوانی در نقش یک شورشی اسلحه به دست نشان می دهد که علیه نظم حاکم در سالهای آغازین فروپاشی ایران می کشد، چرا که وی نیز از انقلابیون شوریده آن هنگام بود که پس از امریکا به تهران آمد و به میل تسخیر سفارت. ادامه می دهم با مطالب دیگری از روزنامه دیگر. روزنامه آرمان رو ورق می زنیم که با یک موزل اجتماعی اشاره کرد. در حوزه اجتماعی یک بررسی روزنامه آرمان انجام داد و نشان می دهد که در پی تشدید فروپاشی مؤلفه های اخلاقی ایران در تحت نظام دینی ایران، آرایش دختران به سن 10 سالگی رسید. پیشتر از سوی برخی از روزنامه ها به دفعات اعلام شد که تنفروشی دختران جوان ایرانی به 13 سالگی سقوط کرد، که همینک آرمان گزارش می دهد که آرایش نیز به 10 ساله ها رسید. ادامه می دهم با مطالب برگزیده دیگر. از جمله موضوعی که به طور گسترده مورد توجه روزنامه های امروز واقع شده بود، استخدام غیرقانونی 500 هزار کارمند در دولت قبل بود که از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس افشا شد. البته هر روز برگ تازه و ورق نوعی از دفتر فسادهای سازمان یافته دولت احمدی نژاد موسوم به پاک دست در این دولت تاریخ جمهوری اسلامی رو می شود. روزنامه ها از زبان علی لاریجانی در خانش های مختلف به این موضوع پرداخته بودند. از جمله روزنامه ابرار تمام خبری آراسته شد که استخدام 500 هزار نفر خلاف قانون در دولت احمدی نژاد، که با علامت تعجبی نیز به پایان میکشن مطلب خود رو و در واقع تعجب میکرد که چگونه و با چه پشتوانه این شخص میتوانست این چنین قانون شکنی ها کند. و در واپسین دقایق باقی مانده از برنامه امشب، یاد داشته دیگری انتخاب کردم از روزنامه شهروند با عنوان رقص در عزا. روزنامه شهروند در یادداشتی همچنان به شیوه اطلاع رسانی روزنامه های رقیب و تندرو نزدیک به حلقه های رادیکال حوزه های فقاهت همچون فرقه مصباحیه تاخت که چگونه کنش مدنی ایرانیان در همدلی با جانباختگان پاریسی را نادیده میگیرند و خشنترین خانش از ایران را به جهان مخابره می کند. روزنامه شهروند در بخشی از این یادداشت که با عنوان رقص در عزا، که گویا به شادی‌های آشکار و نهان روزنامه هایی همچون وطن امروز و کیهان و جوان اشاراتی داشت، نوشت که کم شمار روزنامه هایی که فرق دولت و ملت را نمی دانند به بهانه حمایت دولت های اروپایی از داعش و با هدف انتقام گیری از دولت فرانسه با تیترهای دو پهلو به شکن ریز میزنند و در عزای ملت فرانسه میرقصند. الفبای دیپلماسی عمومی را نمیدانند و با این عمل سخیف چه بدانند و چه ندانند آب و آسیاب داعشیان میریزند، حرمت ملت ایران را میشکنند. و در پایان دعا میکرد که خدا کند که به خدایند، که به نحوه تیتزنی و اطلاع رسانی روزنامه های دشندار و دشنامگوی تحت امر نهاد رهبری ایران اشاراتی آشکار و غیر مستقیم داشت. و با این مطلب از روزنامه شهروند وقت برنامه امشب ما نیز به پایان رسید.
شرح تکمیلی آخرین خبرها و نظرها را در برنامه آن سوی خبر ببینید که بلا فاصله پس از صفحه 1 پخش خواهد شد. تا آنگاه شامگاه خوش، بدرود.